این قسمت از ریاضیات نهم صحبت ما روی حجم و مساحته. خب بچه بریم ببینیم تعریف حجم چی اصلا. خب میگه حجم فضایی است که یک جسم اشغال میکنه. خب این همه تون دیگه بلدید. حالا میام اینجا انواع حجم. بچه حجم ها رو میتوان به دو دسته تقسیم کرد. یک، حجمی که ظاهر آنها دارای نظم خاصی نیست، مانند حجم یک تکه سنگ یا هر چیز دیگه ای که این نوع حجم را غیر هندسی می نامن، چون مشخص نیست دیگه، نظم خاصی هم نداره. حالا شماره دو، حجمی که ظاهر آنها دارای نظم خاصی می باشد و با استفاده از رابطه های ریاضی مقدارشان را محاسبه می کنیم که این نوع حجم را هندسی می نامیم. بچه ها تو قسمت اول نظم خاصی نیست. وقتی که نظم خاصی نباشه، خب محاسبهش هم نمیتونه طریق فرمول خاصی باشه. اما اینجا چی میگه؟ میگه دارای نظم خاصیه. مثلا میگم مکعب، مکعب مستطیل، کره. خب اینا یک رابطه، یک فرمول ریاضی دارن که ما میتونیم بر اساس اون فرمول ها مساحتشون یا حجمشون رو چیکار کنیم بچه ها؟ به دست بیاریم. خب انواع حجم های هندسی، میگه حجم های هندسی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. منشورها، قشنگ دقت بکنید، هرم ها و کروی ها. بچه ها جلوتر که بریم توضیح میدیم که منشور چیه، هرم چیه، کره چیه. اما چیزی که پیداست، ببینید الان این قاعده رو ما میبینیم، یک دایره است. این قاعده یک مربع، درسته؟ میگه اگر به همینطور مستقیم بیاد بالا، دقت کنید قاعده بالا هم چیه بچه ها؟ با قاعده پایین برابره. دایره دایره، مربع مربع. پس میگه اگر قاعده پایین با قاعده بالا یکی بود، یعنی دقیقا همون اومد بالا، ما بهش میگیم چی بچه ها؟ منشور. اما نه، اینجا رو نگاه کن، قاعده ای که من دارم دایره است، اینجا چیه؟ اینجا مربع. ولی آیا همینطور اومده بالا؟ نه، کلن به یک به سمت در واقع یک نقطه معطوف میشه. اینو ما بهش میگیم چی؟ هرم. خب کره هم که مشخصه دیگه ازش، مثل مثلا یه توپ.